فری ها مزنونا رو دستگیر کردن، دستگیرشون کردن. وای خدا رو شکر، خدا رو شکر. بذار به بابا مام زنگ بزنم بعد میریم. باشه بابا، برات یه خبر خوب. Aşkım. Merhaba. Sonunda annemle beni tanıştıracaksın. سلام، من امیر هستم. قبلا تو هتل شب سالگرد ازدواجتون همدیگر رو دیده بودیم. دفعه قبلا که اومده بودین مراسم خیریه نشد همدیگر رو ببینیم. منم وقتی اون روز فریها رو رسوندین دانشگاه دیدم. منم میرم لرمنت. باید بگم لبند دوست خانوادگی ماست. جدا فریها بابات هم اینجاست؟ نه. شما میخواستیم برین دریا؟ امیر بیه دیگه بریم. از آشنایی با شما خیلی خوشحال شدم. به امید دیدار. روز بخیر. فکر کنم میخوام به حرفات گوش بدم. تو چرا اینطوری هستی؟ کسی که باید دست پوشو گم میکرد من بودم، نه تو. با مامانت دعوا کردی؟ حرف بدی زدم، کار بدی کردم فریها؟ چرا ساکتی؟ یه چیزی بگو. نه، هیچ کار اشتباهی نکردی. دستا چرا سردن؟ تو حالت خوب نیست؟ چی شده؟ امیر من خوبم، چیزی نیست. بریم دیگه. پس میریم جایی که بتونیم راحت با هم صحبت کنیم.
بهت گفته بودم که بلد نیستی با خدمتکارا چجوری رفتار کنی. اگه اون دختره رو سوار موتورت نمی کردی و نمی رسوندی دانشگاه، اونم از این موضوع سوء استفاده نمی کرد و به اسم قایق پدرش دوست پسرش اینجا نمی بود. سنم، دختره اومده بود پولو پس بده. روزی که داشت اینجا رو تمیز می کرد هر دومون عجله داشتیم و من بهش اشتباهی پول دادم. باورم نمیشه فریه ما رو دید. اصلا باورم نمیشه. ولی تو هم کار اشتباهی کردی که نقش مادر فریه رو بازی کردی. کار میتونستم بکنم؟ مثل اینکه اصلا متوجه نیستی اون دختر ما رو در حال بوسیدن دید. اون دختر باید دیوونه شده باشه. آخه آدم چطور میتونه همچین دروغی بگه؟ این دیگه چه دروغیه؟ سنم، حالا تو هم جزی از این دروغ هست. مرده سه نفر رو اجیر کرده که تو رو کتک بزنن. اون وقت تو میگی من شاکی نیستم. آره؟ آره. چرا؟ چیزی شده؟ نه، چیزی نشده. ما خودمون این مشکل رو حل میکنیم. محمد یلماز، صبح رو بیرون. تو بشین، با تو هنوز کار داریم. خب چی شد پسرم؟ چی کار کردی؟ بیا بریم بابا. چی؟ من شاکی نیستم، بیا بریم. یعنی چی؟ فریها دختره سرایدوری که دلمون براش میسوزه با پسری که جانسو آرزوشه دوست شده. اون منو، هالدونو و هتلو و هر چیزی که متعلق به جانسوه رو گرفته. از اون هیچ چیزی بعید نیست. فریها دختر خیلی زرنگی. باورم نمیشه، همش تقصیر منه. اونو به دسته خودم آوردمش اینجا. سنم، آروم باش دیگه، داری زیادی بزرگش میکنی. چی کار میتونم بکنم؟ تنها راز زندگیمو اون دختر سرایدار میدونه. من چی کار میتونم بکنم؟ خب برو باش صحبت کن. یه دروغ این وسط هست، یه دروغی گفته، ولی تو برو ازش بپرس که چرا این کار کرد. خب چه فرقی میکنه؟ اون چی میتونه بگه که خیال منو راحت کنه؟ چطور میتونم بهش اعتماد کنم؟ یعنی تو فکر میکنی که فریاد ممکنه بره و همه چی رو به همه بگه؟ وقتی حرف خانواده میاد وسط میری تو خودت، با کسی نمیخوای صحبت کنی، با هیچ کس. منم میخوام سکوت کنم و حرفی نزنم، ولی اینو بدون هر وقت خواستی صحبت کنی منو داری. سلام علیکم. علیکم سلام آقا رضا. خب حالا از اول برام بگو که موضوع چیه. بابا گفتم دیگه، تصمیم گرفتیم این مشکل رو بین خودمون حل کنیم.
یعنی چی؟ اون آدم کیه؟ چه مشکلی داشتین که تو رو به این حال و روز انداخته؟ اون کیه که تو به خاطرش رفتی و شکایت تو پس گرفتی پسرم؟ نزدیک مغازه ما مغازه داره، همکاری، مغازه روبرویی مونه. این دیگه چه جورشه؟ شما آخه چه مشکلی با هم داره؟ هیچی، یه سوء تفاهم پیش اومده. محمد، تو میخوای منو عصبانی کنی؟ بابا، ما این مسئله رو بین خودمون حل میکنیم. الانم دیگه باید بره. صبر کن محمد، با تو من جواب مادرتو چی بدم؟ خدایا من از دست این پسر چی کار کنم؟ از هیچ کدومشون صدایی در نمیاد. دلم میخواد بگم دلم خنک شد، ولی بازم وقتی تو ناراحت میشی منم ناراحت میشم. حالا چی کار کنیم؟ والا ما الان باید بشینیم دعا کنیم که آقا فیاض خدایی نکرده زندان نره که ما بدبخت نشیم. خوش اومدین. من ملافه رو عوض کردم و اینو انداختم، ولی اگه دوستش ندارین بگین عوضش کنم. نظرو بعدن تمومش کن. اما من میخواستم اینجا رو. نمیخواد. باشه. ای خدا، فکر کنم باز یکی عصبانیش کرده. عمه، عمه، محمد دم داره. یه دقیقه صبر کن، صبر کن، صبر کن، بذار من اینجا رو جمع جور کنم. زود باش، در رو باز کن. چرا داری از اون مردی که دفاع میکنی ها؟ از کجا میدونستی کار اون بوده؟ فیاض چی کارته ها؟ دخترم اینجا چه خبر شده ها؟ پسرم، آدم که اینجا جلوی در و همسایه داد و بیداد را نمیندازه. بیا تو ببینم، این کارا درست نیست. بیا تو، بیا تو. من همینجا پیاده میشم. برای اینکه بتونم جلو در خونه پیادت کنم باید با پدرتم آشنا بشم. نه، فقط اینطوری راحت ترم. ببین زهرا خانم، شما فقط زورتون به من میرسه. من نمیتونم این بی‌آبرویی رو نادیده بگیرم. پسرم، ما دو تا زن تنهاییم. تنها کس و کارمون همین آقا فیاضه. اگه اونم نباشه دیگه ما نمیدونیم چی کار کنیم. نمیدونیم. چرا نگفتی که با هم فامیلین؟ خب چطوری بهت میگفت پسرم؟ ها چطوری؟ اون زنی که یه جادوگره سایمه، زنشو میگم،
آه خدا، آه خدا، برادرم بابای سحر رو بیامرزه نمیخواست که اونا با هم ازدواج کنن. از اون موقع اون زنی که چشم نداره ما رو ببینه پسرم. خب این مسائل خانوادگی ماست دیگه، آخرش هم همه چیز سر من خالی شد. آه دختر ساده من. پسرم، آقا فیاضی شب تو رو دم در خونمون دیده بود. آره. خب فیاض اون وقت شب اینجا چی کار میکرد؟ خب من فرستاده بودمش که به سحر سر بزنه، آخه خونه تنها بود. ولی من خودم هم گوش فیاضو کشیدم، میدونی که پسرم هیچی با ارزشتر از ناموس آدم نیست. سحر، برای چی از اول بهم نگفتی که فیاض فامیلتونه؟ ببین حالا بینمون این همه مشکل پیش اومد، حالا ما چجوری تو روی هم نگاه کنیم؟ محمد تو بعد از اون همه حرفی که دمه در بهم زدی چجوری میخوای تو روی من نگاه کنی؟ ساکت ببینم، همش تقصیر توئه دیگه. ببین به خاطر تو چه دردسری افتادیم. الان خوب شد این پسر یه بیچاره این همه کتک خورد. ها خیلی خوب، خیلی خوب، سر که گناهی نداره. نه پسرم، بذار یکم خالیشم. ببین به نظر تو پسر خوب و با غیرتی میای، من به عنوان عمی سحر فقط ازت یه خواهشی دارم، برو مغازه و با آقا فیاض آشتی کن، بذاریم اینطوری خیال منم راحت شه. آه پسرم. الو فریها، من بارم خونه یه سنم خانم. چیزی شده؟ الو چرا حرف نمیزنی؟ چی؟ از محمد خبر داری؟ مامان نه خبر ندارم، من خونم. اومدی صحبت میکنی؟ خیلی خوب باشه، خدافظ. خدافظ. چیزی میخوای؟ میشه اون مجله ها رو بدی به من؟ ها؟ باشه. آی آی بفرمایید. معذرت میخوام بابا. پسرای احمق، خانم من همه یه کارهای خونه رو تموم کردم، فقط همین تخت خواب مونده. مهم نیست، خودم درستش میکنم. آها
خیلی ممنون. خواهش میکنم. خواب روزتون بخیر. خدافظ. جانسو عزیزم موفق باشی. خاله زهرا ممنون. خسته نباشین. ممنون. میخوای بگی؟ نه. چقدر خوبه که داری درس میخونی. امروز روز آخره دیگه، تا امتحان درس نمیخونم. یعنی اگه اجازه بدی. قایق و ول کن. چی شد؟ از بابات اینا خبری داری؟ چی شده؟ من الان زنگ بزنم یه چیزه، زنگ نزنم یه چیز دیگه است. امیر و باباش هیچ ربطی به این ماجرا ندارن. اونا کاری نکردن، یکی دیگه این کارو کرده. یعنی چی که یکی دیگه این کارو کرده؟ من پیشه امیر بودم که وکیلش بهش زنگ زد، گفت که اتهاماتش رفع شده و مقصرین اصلی دستگیر شدن. یعنی کی محمد رو کتک زده؟ مامان. کی پسرم رو کتک زده؟ ببین سر، یه کمی انصاف داشته باش. من فکر میکردم که یکی دیگه این کارو کرده. اون وقت این مردی که جلوم در اومد، بعدش هم که تو زنگ زدی و گفتی که تو رو خدا شکایت نکن، خب من چه فکری میتونستم بکنم؟ خیلی ناراحتم کردی محمد. بعد از اون همه حرفی که بهم زدی، واقعا نمیدونم چه جوری باید ببخشمت. میبینی امه؟ میبینی چقدر منو دوست داره؟ راستش پسر خوبیه، فقط یه کمی خالیه. منظورم از خالی جیبشه، از اون لحاظ گفتم. اگه جیبشم پر بود. خب که چی؟ باهاش ازدواج میکردی؟ سحر خانوم بگیر بشین سر جات. واسه اینکه این قضیه رو جمعش کنم مردم از بس به هم فشار اومد. سهر، این پسر دیوونه است. سعی کن ازش فاصله بگیری. از من گفتن بود. درسته که خیلی عجیب و دوست داشتنیه، ولی اونقدرم که فکر میکنی ساده و احمق نیست. دیدی که تا عصبانی شد رفتارش چجوری شد. از اون تیپ آدماییه که وقتی عصبانی میشه همه چی رو به هم میزنه. وای قضا ته گرفت دختر، حواست کجاست؟ قضا ته گرفت. یهو حواسم پرت شد. ای خدا از دست تو. خیلی خوب ولش. ایش چرا حواست پرته؟ پسره که بی تقصیر بود. ما هم بی خودی ازش شکایت کردیم. ها رضا چی شد؟ والا زهرا، من که نفهمیدم چی شده و چه خبره. بهتر خودت از پسرت بپرسی.
یعنی چی که از پسرت بپرس؟ من از صبح تا حالا منتظره یه خبرم. ما بی خودی گناه مردم رو شستیم. اون مرده و پسرش بی گناه بودن. خب پس کی محمد رو کتک زده؟ بابا قول داده بودی که کارنامه گرفتم برام دو چرخه میخری. پسرم الان نمیتونیم بخریم. برای قول داده بودی. خب تو هم قرار بود تو همه یه درسات نمره یه عالی بگیری. هنوز نمره های کمتو نشمردیم ها. معلم با هم لج کرد. من چی کار کنم؟ خودم یه دونه کار کرده شو برات میخرم، تعمیرش میکنم، روغن کاریش میکنم، میشه نوع نو باشه. حالا که شما برام دو چرخه نمیخرین، منم میرم خونه مصطفی با کامپیوتر بازی میکنم. خیلی خوب خیلی خوب، پاشو برو، سرمو بردی. منم دارم میرم، به ویسل قول دادم برم مغازه. بریها مامان چرا با هم اینجوری رفتار میکنه؟ چی؟ میگم مامان از صبح تا حالا با هم یه کلمه هم حرف نزده. خیلی پر روی محمد. از اون آدمای بیچاره شکایت کردی، اون وقت از آدمی که مقصره شکایت نکردی. خب مامان من میرم تو اتاقم. آقا محمد بگیر بشین، باید حرف بزنیم. بگو ببینم این فیاض کیه؟ پسرم، اون مرد زده ناکارت کرده، اون وقت تو داری ازش دفاع میکنی؟ ها؟ چرا شکایت تو پس گرفتی؟ خب نشستیم با هم به توافق رسیدیم. منو نگاه کن، یه وقتی این چیزا زیر سر خلیل نباشه، نکنه این فیاض فاک و فامیلشه. حرف بزن، وگرنه همین الان پا میشم میرم دم در خونه یه شریف قیامت به پا میکنم. زود باش. نه مامان ربطی به خلیل نداره، روبروی ما مغازه داره. روبروی مغازه شما؟ اون مردی که با تو چه مشکلی داره؟ مامان بس کن دیگه، گفتم که همه چی حل شده. ارائه شده توسط رسانه اینترنتی مووی باز. سلام عمر جون، بگو ببینم کارنامت گرفتی؟ قرار بود همشو نمره عالی بگیرم، ولی معلمون با هم لج کرد. معلم ها همیشه لج میکنن، عوضش با این توپ به جاهای خیلی خوبی میرسی. خاله لارا داری اشتباه میکنی، ببین توپم کمباد شده. مامان من دارم میرم. باشه سب کن، من دیروز یادم رفت بپرسم پول آقا لونتو بهش پس دادی؟ چی شد؟ چیزی هم گفت؟ نه نگفت. من پولو دادم ولی یادم رفت پول این هفته رو بگیرم. اشکالی نداره بعدن میگیری. مامان من دیگه نمیخوام تو اون قایق کار کنم، یه کار دیگه پیدا میکنم.
یعنی چی که نمیخوام کار کنم؟ چیه؟ کار سختیه؟ خیلی خوب، خودم میرم اونجا. نمیشه. چرا؟ مامان باز مثل دفعه قبل میزنی یه بلای سر خودت میاری. خب نمیتونیم دیگه، بهتره دیگه اونجا کار نکنی. چرا باید این کارو ول کنیم؟ نمیشه، ما به اون پول احتیاج داریم. نه نمیشه. باشه، هر جور راحتی. ای خدا، چرا باید این کارو ول کنم؟ چرا فرصت به این خوبی رو از دست بدم؟ دلش خوشم. عزیز دلم، من دارم میرم دانشگاه. فریاد، میخوام باهات صحبت کنم. بله، من دارم میام دنبالت. میشه تو دانشگاه هم دیگه رو ببینیم؟ من یکم کار دارم. باشه، ولی دیر نکنی. یا باشه، بیا من تا دانشگاه میرسونمت. تو راه هم میتونیم صحبت کنیم. برای من خریدی؟ معلومه که برای تو هدیه قبولیته، ولی واسه دفعه بعد باید همه نمراتت عالی باشه. خیلی ممنون. اگه ازت شکایت میکرد دلم خنک میشد، ولی نذاشتم این کارو بکنه. آقا فیاض، تو خودتو بکشی هم من حرفاتو باور نمیکنم. اگه من میافتادم زندان چی کار میکردی؟ تو اونم عیبی مصرفت به کی تکیه میکردین؟ ببین، من با محمد صحبت میکنم، بهش میگم داداش فیاضم عصبانی میشه، بهتره دیگه نزدیک من نشی. نمیگی؟ برو دعا کن که ولت نکنه. فیاض چی داری میگی؟ سایمه خیلی مواظب بمونه. هی میگفت این محمد کیه؟ برای چی ازت شکایت کرده؟ منم گفتم نامزاد سحره، گفتم با هم دعواشون شده، خواستم کمکشون کنم که خودم تو درد سر افتادم. فیاض تو چطور همچین کاریو کردی؟ نکنه زده به سرت؟ یعنی تو الان داری با دستای خودت منو به محمد میدی؟ باید قبل از این که برای اون پسر ناز و عشوه بیای به این چیزا فکر میکردی. برم به کارم برسم. کجا میری؟ میرم در حقت برادری کنم. خسته نباشی. ممنون. ببین، بیا بشینیم و راجع به این مسئله با هم صحبت کنیم. پس جلوی قایق اولین باری نبود که بهت کمک کردم؟ قبلنم بدون این که متوجه بشم تو دروغات بهت کمک کردم. تو هتل، تو مراسم خیریه. پس دوست دختر امیر صرف اوغلو تو بودی؟ وقتی داشتی به همه دروغ میگفتی، حرفایی که از اول به جانسو زده بودی همش درست بود؟ آره راست بود. فریاد چطور تونستی تا این حد پیش بری؟ من برای این که بهت کمک کنم
هالدون رو راضی کردم تا تو هتل بهت کار بده. اون وقت تو گفتی اون هتل مال بابامه. من همچین حرفی نزدم. از شما سوء استفاده نکردم. حتی نگفتم که مادرم هستی. فقط در مقابل این سوء تفاهمات سکوت کردم. قدرت حرف زدن نداشتم. فریحا تو ازم سوء استفاده کردی. اون روز تو قایق به خاطر تو شرایط بدی قرار گرفتم. شریک دروغت شدم. ولی سنم خانم شما خودتونم تو شرایط بدی بودی. من دیدمتون. این دیگه چجور بی احترامیه؟ تو سعی داری چی بگی؟ میخوای منو بترسونی؟ سلام خانم شما خودتون ترسیدی، واسه همین از من دفاع کردی. بس دیگه، من نمیخوام راجع به اشتباهاتم با تو بحث کنم. الانم تنها کاری که میشه کرد و میکنیم اینه که هر دومون سکوت کنیم. مشکلمونو حل کردیم.